حزب رستاخیز ایرانگرایان که در پی همچنان که مرداد جان اشاره کرد گفتمانی که جنبش رنسانس ایرانی در سالهای از 2013 به این ور در پی گسترشش بوده برپا شده، دو تا ویژگی خیلی آشکار داره که احزاب یا سازمانهای دیگه اگه دارنم من آشنا نیستم. یکی اولا بسیار بسیار بروزه، یعنی آرمان نامه‌ای که نوشته شده داره میاد مشخصا داره میگه که رستاخیز ایرانگرایان با جریان گلوبالیزم زاویه داره، اون یه تهدید میدونه علی‌رغم برخی سودهایی که گلوبالیزم یا جهانی شدن برای مردم داره، ولی زیانهاش بسیار بسیار کمرشکنه. و به طور مشخص من فکر میکنم ما تنها حزب سیاسی ایران هستیم که گفتیم نوشتیم در آرمان ناممون که ما همچنان که با قومگرایی و با اسلامگرایی مخالفیم، با گلوبالیزم هم یا جهانی شدن هم مخالفیم و اونجا بازم کردیم که چرا مخالفیم. احزاب دیگر دست راستی یا سازمان های دست راستی یا تو آرمان نامشون به طور مشخصی نیست، ممکنه باور دارم ولی تو آرمان نامه سندشون اینو نشون نمیده، و یا اینقدر سالهای پیشتر نوشته شده آرمان نامشون که اصلا شاید مفهوم جهانی شدن یا گلوبالیزم اصلا براشون آشنا نبوده شاید اون هنگام. دوم این که ما به طور خیلی آشکار اسلامگرایی رو در عرصه سیاست مورد حمله قرار دادیم. ما اینجا نیومدیم که بخوایم مردم رو از اسلام برگردونیم یا تشویقشون کنیم که مسلمان باشن. اون کار فرهنگیست، اون کار رو کوششمون رو دو جنبش رنسانس ایرانی کردیم. جریان پراکندم خیلی تو این سالها زحمت کشیدن و اتفاقا به بارم نشسته این زحمت. ولی اسلامگرایی به عنوان یک گفتمان سیاسی رو ما باش مخالفت کردیم، میکنیم و در پی زدنشیم. به خاطر این واژه اسلامگرایی برخی از طیف راست حتی ابا دارن نامش رو بیارن. آدمایی که من در میهن پرستیشونم شکی ندارم، ولی حزب سیاسی باید یه چارچوبی مشخص کنه و صادقانه باید افکارش و اندیشه‌هاش با مردم در میون بگذاره. ما نمیتونیم از کنار یه چیزایی همچین بکوشیم مارپیچی رد شیم. زمان به ما این امکان رو نمیده، وضعیت کشور ما به این امکان رو نمیده. باید خیلی رک سریع آن چیزایی که چالش‌های پیش روی موجودیتی به نام ایران هست و مطرح کنیم، اسلامگرایی، قومگرایی و جهانی شدن. و ما به عنوان حزب ملی به عنوان یک جریان ایرانگرا این ستا رو کاملا تو آرمان نامه آوردیم و باش مخالفت کردیم. یه ویژگی دیگری که ما داریم و بارها گفتیم این است که ما مانند خیلی از جریانات دیگر، جریانات ملی دیگر، ایران رو میذاریم در بالای اولویت. هیچ چیز اولویت ایران رو نداره و بعد در جایگاه دوم نهاد پادشاهی رو برامون جاییست که حساسیم و در پی احیایش هستیم، و سوم از شاهزاده رضا پهلوی پشتیبانی میکنیم به خاطر اون نهاد پادشاهی. ما شاهزاده رضا پهلوی رو وارث پادشاهی پهلوی میدونیم، ما ذوب در شخصیت شاهزاده رضا پهلوی نیستیم. شاهزاده رضا پهلوی خیلی شخصیت نازنینی هم داره، ولی مسئله این است که اگر ایشون در جایگاه وارث پادشاهی نباشه، آدم های شایسته مثل ایشون هستن که گمنام ترن. بنابراین نام خانوادگی ایشون به ایشون یه وزنه ای داده که ما پشتیبانی میکنیم ایشون رو برای احیای نهاد پادشاهی. چرا؟ چون فکر میکنم نهاد پادشاهی در خدمت ایران میتونه باشه. اگر فکر میکنیم نهاد پادشاهی به درد ایران نمیخوره، ما پادشاهی دوست نمیشدیم، هوادار نظام پادشاهی پارلمانی نمیشدیم. برای ما همه اینا رو واسه ایران میخوایم. حالا اگر کسی یا جریانی یا نهادی یا طیفی، حتی هر شخصیت محبوبی بیاد چیزایی بگه که ما با خرد جمعی خودمون اون رو خلاف مصلحت کشورمون میدونیم، ما اونجا انتقاد میکنیم، اونجا میستیم، اونجا نکوهش میکنیم و میکوشیم که آب رفته رو به جوی برگردونیم. این استقلال اندیشه در حزب رستاخیز ایرانگرایان یه ویژگی بسیار ارزنده است.
نمیگم فقط ما داریم، حتما جای دیگه هم هستن که دارن و من میدونم که دارن، ولی فرق میکنه با جریان یا حزب یا سازمانی که در پیرامون نزدیکان مثلا شخصی مثل شاهزاده رضا پهلوی میخواد درست بشه، یعنی از نزدیک بودن به ایشون بخواد بهره بگیره و سازمان حزب درست کنه. برای اینکه بهتون بگم من واعظ غیر متعز نیستم، دست کم از کسایی که اینجا هستن جناب سعیدی، نیما جان سعیدی شاهد و گواه هست. ما تو دفتر سیاسی با شاهزاده کار میکرد، دفتر سیاسی شورای ملی، و هفته دو بارم نشست داشتیم صحبت میکردیم. هنگامی که من به نتیجه رسیدم که اون جریان شورای ملی به جایی نمیرسه، با شاهزاده در میون گذاشتم، استدلالم هم گفتم، از اون مجموعه اومدم بیرون، خداحافظی کردم، دیگه به اون مجموعه کاری نداشتم، نه منفی نه مثبت. بعد از اینکه بیرون اومدم با هم‌اندیشانمون در پی برکشیدن جریانی به نام رنسانس ایرانی شدیم که میشد اواخر 2013. تا هنگامی که تو مجموعه شاهزاده بودم در شورای ملی نرفتم زبل بازی در بیارم سازمان یا حزبی درست بکنم، که بعد به خاطر اینکه من با شاهزاده نزدیکم و کار سیاسی میکنم بتونم یه عده رو دور هم جمع بیارم و در حقیقت بیام از کردیت کارت ایشون برای خودم هزینه کنم. این کار ما نکردیم و این کار نباید بشه. چرا؟ برای اینکه استقلال اندیشه لازمش این است که شما بیایی طرح رو بگی، برنامه تو بگی، صحبتات رو بکنی، با هم‌اندیشانت بذارین جلوی بقیه، بقیه رو جذب بکنی. اگر اون هنگام شما از شاهزاده پشتیبانی کردی، آن هنگام شما کردیت داری، اعتبار داری، به خاطر اینکه نرفتی ارتزاق بکنی و بعد به خاطر ارتزاقت پشتیبانی کنی، به عنوان نیروی مستقل میگی من هوا دارم. و تا هنگامی که شما در راه ایران هستی با جان و دل پشتیبانی میکنیم که تاکنون کردیم و باز هم بر همون منوال باشه میکنیم. اینها ویژگی های مثبت یه جریان ملی است. شما اگر که برات ایران بالاترین اولویت باشه، ذوب در هیچ کسی نمیتونی باشی، حتی ذوب در هیچ نهادی نمیتونی باشی. یعنی انسانی هستی، خودتو انسان متمدن و امروزی میدونی و صاحب یک عقل و تجربه. این خرد شما وقتی که شما مجموعه گرد هم بیان که خرد فردی دارن، بعد میشه خرد جمعی. طبیعتا با یه سری ابله و فرومایه شما نمیتونه خرد جمعی ایجاد بکنه، چون خرد فردی نبوده که جمع بشه. این خرد جمعی میاد میگه آقا این عمل کرد، این دیدگاه، این موزگیری در جهت ایرانه، برای ایرانه، پس ما پشتیبانی میکنیم. حزب سیاسی باید این گونه عمل کنه. حزب سیاسی اگر که دنبال روی یه فرد باشه، یعنی کورکورانه دنبال کسی بره، کارش خرابه. و حتی اگر رو کاکل یک تن هم بچرخه همینطور. برای همینه که من اعتقاد دارم شورای رهبری ما خوب گاهگاهی یکی دو نفرش تعویض بشن، دبیر کل ما خوب گاهگاهی عوض بشه، حتی سخنگو گاهگاهی عوض بشه. بدنه بنیادگذاران هستن و کار میکنن، ولی بذارید هر کی میاد و میتونه کار بکنه بیاد، برای اینکه حزب رو کاکل یه نفر، پنج نفر، هفت نفر، ده نفر نچرخه. حزب رو کاکل 100 نفر، 300 نفر، 1000 نفر بچرخه. آن هنگام خواهید دید چه حزب جانانه ملی میراث ما برای ایران خواهد شد، نه فقط تا زمانی که خودمون زنده ایم، بلکه برای نسل‌های بعدی.